همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن در استرالیا. علیرضا، از جزئیات نشست مشترک استرالیا و آسیان و تصمیماتی که در اون گرفته شد برامون بگو. میتونم روز چهارشنبه ششم مارس 16 اسفند ماه آخرین روز نشست سه روزه استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسان است. نشستی به مناسبت 50 سالگرد تبدیل استرالیا به اولین شریک اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در این نشست امروز چهارشنبه گفت که استرالیا متعهد به همکاری با آسان برای اطمینان از رعایت اصول حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری. نخست وزیر استرالیا گفت که این کشور و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا باید با دیگر همکاری بکنن تا روابط عادی و معمولی خودشون رو به یک همکاری عملی در زمینه امنیت دریایی پایدار تبدیل کنن. نخست وزیر استرالیا با اشاره به این که سرنوشت استرالیا بیش از هر جای دیگری در آسیای جنوب شرقی نهفته است گفت که ما به حمایت از چشمانداز آسیان با هدف تقویت و تضمین امنیت در منطقه اقیانوس هند آرام و صلح و ثبات در این منطقه ادامه خواهیم داد. نخست وزیر لاوس که رئیس دوره‌ای اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان در سال 2024 میلادی است هم گفت که اطمینان داده این بیانیه چشمانداز رهبران آسیان و استرالیا راهبرد کاملی باشه برای پیشرفت مشارکت آینده این دو طرف در 50 سال آینده. دیروز سه‌شنبه نخست وزیر استرالیا از یک صندوق 2 میلیارد دلاری برای تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا در جنوب شرقی آسیا رونمایی کرد، اقدامی که پنج سال بعد از ایجاد تسهیلات مالی زیرساختی استرالیا در اقیانوس آرام در زمان نخست وزیری آیه اسکات مارشال نخست وزیر قبلی استرالیا صورت گرفته. به علاوه اینکه استرالیا در حدود 36 میلیون دلار هم هزینه خواهد کرد برای ایجاد یک مرکز آسیان استرالیا در کامبرا پایتخت این کشور برای همکاری‌های تجاری، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی. حدود 13 میلیون دلار هم برای 55 کمک هزینه تحصیلی برای اعضای آسیان و همچنین 7 میلیون دلار هم برای ایجاد یک مرکز آسیان در برونئی با هدف تغییرات آب و هوایی اختصاص پیدا خواهد کرد. آسیان که کل جمعیتش در حدود 680 میلیون نفر هستش که 190 میلیون نفرش طبقه متوسط هستن، 55 درصدش زیر 35 سال هستن و مجموع تولید ناخالص داخلی 5.6 تریلیون دلار رو داره و برای اطمینان از رشد پایدار به طور متوسط سالانه به 210 میلیارد دلار طی 17 سال نیاز داره برای بهبود زیرساخت‌ها در زمینه‌های آب، انرژی، حمل و نقل و زباله. و به این ترتیب استرالیا این منطقه از جهان رو، یعنی جنوب شرق آسیا رو، مرکزی برای سرمایه گذاری میدونه و از این فرصت استفاده کرده برای تعامل و گفتگو و دیدار با رهبران این کشورها برای پیدا کردن روزنه‌های بیشتر و همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و به خصوص امنیت دریایی، البته با توجه به نفوذ چین در این منطقه. ممنون از توضیحات علیرضا محبی، همکارم از شهر ملبورن در استرالیا، ما رو همراهی کردید.